بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که سال پرخیر و برکت تو هم با سلامت و امنیت و معنویت رو در کنار خانواده خودتون تجربه بکنید و امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه ایرانی ها و فارس زبانان سراسر دنیا. اولین صحبت های رهبر معظم انقلاب در سال 1403 رو میخواییم با هم بشنویم. خیلی کوتاهه اما خیلی مهمه. بریم ببینیم ایشون چی فرمودن. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. کاری که اگر ادامه پیدا بکنه دشمن از این سوء استفاده میکنه. گسل‌های اجتماعی که ایجاد شد، اختلافاتی که افتاد، کینه خیلی مهمه. دو طرفی که با همدیگه وارد منازعه میشن حق یا باطل کاری نداریم، خروجیش کینه است، نفرته، نسبت به هم بدبین شدنه، میخوان خیرخیره همدیگه رو بجوان. نه تو چرا اینجوری گفتی؟ تو بابا هر کی یه نظری داره دیگه. شما توی خانواده یه برادر مثلا قرمه سبزی دوست داره که قیمه دوست داره، یه خواهری مثلا دوست داره برن مشهد زیارت، اون یکی میگه نه بریم مثلا کویر. اختلاف نظرها هست. آیا این به این معناست که باید خانواده رو منحل کنن بریزن به هم یا برن تو کوچه داد بزنن بگن ما با هم اختلاف داریم؟ نه، تو خونه حلش میکنن. این وحدت ملی به هم بخوره دشمن از این سوء استفاده میکنه، اختلافات رو هی زیاد میکنه، دامن میزنه بهش. بعد نگاه میکنیم یه جامعه مرده داری. این جامعه مرده برای تجزیه اصلا خوراک تجزیه است. ادامهش هم بشنویم. هممون در این غفلت شریک، هممون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسعودین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یکدیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است. اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره. اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود، نباید افراد رو متنفر از یکدیگر بکنه، دشمن یکدیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یکدیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن. این یه تیکر رو دیگه توضیح نمیدم. برنامه دیشبمون رو که الان کاورش میاد رو سفر رو میتونید ببینید اگر ندیدید، حتما ببینید اگر ندیدید. اما با توجه به اینکه شعار سال باز هم اقتصادیه، بعضی الان دوباره سوال میکنن آقا بالاخره اقتصاد مهمه یا فرهنگ؟ ما همچنان میگیم فرهنگ مهمه و این رو از صحبت‌های خود رهبری گرفتیم که حالا فردا پس فردا ان شاءالله اگر وقت بشه من مفصل صحبت خواهم کرد در رابطه با همین اقتصاد و شعار سال که مال امسال هست. شاید هم تو برنامه بعدی بهش بپردازم، نمیدونم. اما همینجا که فعلا بحث فرهنگ و اقتصاد داغه، یه بخشی از مشکلات فرهنگی امروز جامعه ما گریبانگیر خیلی از خانواده‌ها شده و همتون هم میدونید بحث کشف جواب اینها یکی از مصداق‌های اون هست. یک کلیپی رو آماده کردیم از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با مهم بودن فرهنگ نسبت به اقتصاد. این رو هم ببینید. اگر فرصت شد تو برنامه بعدی در رابطه با شعار سال صحبت خواهم کرد. من همینجا شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. دعوت میکنم که صحبت‌های رهبری درباره مهم بودن فرهنگ نسبت به اقتصاد رو هم حتما تا انتها
گوش کنید. یا علی التماس دوها، خدا نگهدارتون. عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست، اگر درست باشد آثاری دارد. الان درباره تولید داخلی حرف می‌زدیم. اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه توجه پیدا کند، تحقق پیدا کند، باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفته. اگر بخواهیم مردم اسراف نکنند، ولنگاری نکنند، بایستی این باور مردم بشود. این یعنی فرهنگ. فرهنگ اینه. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونهاست. فرهنگ اینه. این بس خیلی اهمیت دارد. اگر در حوزه اجتماعی مثلا قانونگرایی یک فرهنگ است، مردم به قانون احترام بگذارند. تعاون اجتماعی یک فرهنگ است. تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است. تعداد فرزندان یک فرهنگ است. اینا فرهنگ. اگر این چیزها در این چیزها بینش مردم و جهتگیری مردم جهتگیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد. اگر خدای نکرده جهتگیری غلط باشد، زندگی جور دیگری خواهد شد و همون بلایی مبتلا خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده رو، بنیان خانواده رو ویران کردند و شهوات رو به راه انداختن و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، به سرنوشت اونها خدای نکرده کشور ما دچار خواهد شد. بنابراین تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. تمرکز دشمن بر روی فرهنگ. چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است. باید حساس باشند. باید هوشیار باشند. نمیخوایم بگیم همه آسیب های فرهنگی کار بیگانگانه. نه، خود ما مقصریم. مسئولان مختلف، مسئولان فرهنگی، مسئولان غیر فرهنگی، کمکاری ها، غلطکاری ها، اینا تأثیر داشته. ما همه رو به گردن دشمن نمی اندازیم، اما حضور دشمن را هم در زمینه مسائل فرهنگی نمی توانیم فراموش کنیم. امروز و از روزهای اول انقلاب دستگاه های تبلیغات همه توان و توش و توان خود رو گذاشتن برای اینکه مردم را نسبت به پایه های این انقلاب و پایه های این انقلاب بی‌اعتقاد کنن. این کار فرهنگی است. ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار دادن، باورهای قلبی مردم رو مورد تهاجم قرار میدن. اینو نمیشود انسان ندیده بگیره. یک سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه، بگن خب شما میگید حساس باشن مسئولین کشور. چقدر حساس باشن؟ آیا این با آزادی که از شعارهای انقلاب است و جزو پایه های جمهوری اسلامی است منافاتی ندارد؟ جواب این است که نه، نخیر، با آزادی هیچ منافاتی نداره.
آزادی غیر از ولنگاری است، آزادی غیر از رهاسازی همه ضابطه هاست. آزادی که نعمت بزرگ الهی است خودش دارای ضابطه است. بدون ضابطه آزادی معنی ندارد. اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه ایمان جوانان زدن دارن تلاش میکنن، نمیشه این رو تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است. همچنانی که اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنن، ما بنشینیم تماشا کنیم بگیم که آزادی است؟ این آزادی در هیچ جای دنیا نیست. در هیچ جای دنیا همون کشورهایی که ادعای آزادی می کنن، همونها در اون خطوط قرمزی که دارن به شدت سخت گیرند. شما ببینید در کشورهای اروپایی کسی جرأت نمی کند راجع به هولوکاست حرف بزنه. راجع به هولوکاست که معلوم نیست اصل این قضیه واقعیت دارد یا ندارد، یا اگر واقعیت دارد به چه شکلی بوده، اظهار نظر درباره هولوکاست، تردید درباره هولوکاست یکی از بزرگترین گناهان محسوب میشه. جلوش رو میگیرن، طرف رو میگیرن، زندانی میکنن، تعقیب قضایی میکنن، مدعی آزادی هم هستن. اون چه که برای او خط قرمز است در مقابل او میستد با چنگ و دندان. چطور از ما توقع دارن که خطوط قرمز اعتقادی و انقلابی کشورمان و جوانانمون رو ندیده بگیریم؟ اگر یک کسی است که روح استقلال ملی رو نشانه میره، روح استقلال ملی رو الان هستن کسانی، صحبت استقلال که میشود استقلال رو مسخره میکنن، میگن این عقب افتادگی است، استقلال چیه؟ خب اون کسی که میخواد وابستگی را تئوریزه کند، استقلال را مسخره کند، دلهای جوانان را برای مستقل زیستن متزلزل کند، نمیشه در مقابل او بی‌تفاوت ماند. باید در مقابل او عکس العمل نشان داد. به ضروریات اخلاقی و دینی جامعه یکی اهانت میکند، زبان فارسی را مسخره میکند، خلقیات ایرانی را تحقیر میکند. اینا هست ها، اینا وجود داره الان. کسانی سعیشون این است که بزنن تو سر روح عزت ملی جوان ایرانی، هی خلقیات منفی را نسبت میدن. آقا از اروپایی‌ها یاد بگیرید، از غربی‌ها یاد بگیرید، همدیگه رو تحمل میکنن، ما همدیگه رو تحمل نمیکنیم. واقع قضیه اینه. تو خیابان‌های کشورهای اروپایی، پایتخت‌های اروپایی، حالا نه 20 سال قبل و 50 سال قبل، حالا یه نفری که
اندکی حجابش رو مراعات کرده مورد تهاجم جوانها قرار میگیره. جلو چشم مردم میزنن زن محجبه رو، مجروح میکنن یا میکشن. کسی جرأت نمیکنه بگه چرا. کسی را به عنوان اینکه این اهل اون کشور نیست جلو چشم مردم آتش میزنن. این تحمل مخالفه؟ این چیزیه که همین تازه اتفاق افتاد. چند ماه قبل از این یک ایرانی رو الوات جوانهای الوات یک شهری از شهرهای یکی از کشورهای اروپایی کتک میزنن، بعد روش بنزین میریزن، آتیشش میزنن، همسایه ها وای میسن بر رو بر نگاه میکنن، اکشن عملی نشون نمیدن. این تعامل مخالفه؟ اون کسانی که ملت ایران را و ملیت ایرانی را و خلقیات ایرانی را تحقیر میکنن، اون کسانی که مبانی اسلامی را در ذهنها متزلزل میکنن، اون کسانی که شعارهای اصلی انقلاب را مورد تعرض جدی قرار میدن، اون کسانی که نهاد خانواده را بی ارزش جلوه میدن، ازدواج رو بیمعنی وانمود میکنن، اینا هست امروز تو جامعه ما. کسانی این کارا رو دارن میکنن. اون کسانی که لذت جویی را یک امر مطلوب و یک ارزش میدانن، لذت این همون سوغات فرهنگ غربی است، اصالت و لذت، هر چی که موجب لذت بشه. خب یکی با اعتیاد لذت میبرد، یکی با شهوات جنسی لذت میبرد، یکی با کتک زدن این و آن لذت میبره. هر چی که مایه لذت کسی باشه این رو مباح میدونن. کسانی که این حرفا رو ترویج میکنن نمیشه در مقابل اینها بی تفاوت موند. کسانی اباحه‌گری رو ترویج میکنن، دستگاه ها باید احساس وظیفه کنن. در تخریب فرهنگی، کاری که تخریب کنندگان فرهنگ انجام میدن اینه که به جای عزم راسخ ملی تردید را در مردم ترویج میکنن. یک ملت تا عزم راسخ نداشته باشد نمیتوانه به هیچ جا برسه. سعی میکنن عزم راسخ ملت رو به هم بزنن در مسائل مهم مربوط به سرنوشت کشور، در اونها تردید ایجاد کنن. جای احساس عزت و اعتماد به نفس ملی، احساس حقارت ملی رو به اونها تزریق میکنن. جای ایمان راسخ شبه افکنی و بی‌اعتقادی، جای کار و تلاش و همت بلند لذت جویی و شهوترانی و از این قبیل. این کارا کارایی است که انجام میگیره. دستگاه‌های رسمی فرهنگی کشور بایستی وظایف خودشون رو در مقابل اینها انجام بدن. البته بعضی از وظایف وظایف ایجابی است، بعضی از وظایف هم وظایف دفاعی است. هر دوی اینها باید انجام بگیرد، هم وظایف ایجابی هم وظایف دفاعی. اینجور نباشد که دستگاه‌های تبلیغاتی کشور ما، چه اونهایی که مربوط به دولتن مستقیمن، چه اونهایی که مستقیم مربوط به دولت نیستن، اینها از هوچیگری رسانه‌های بیگانه یا رسانه‌هایی که زبان بیگانه رو در کام خودشون دارن، از هوچیگری اونها نباید به هراسند، رفتارشون رو با اونها تنظیم نباید بکنن. این مربوط به دستگاه‌های رسمی فرهنگی. اما اونچه که نقطه مهمتر عرض من هست، خطاب به جوانهایی است که در سرتاسر کشور فعالیت‌های فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کردند
که به حمدالله خیلی هم وسیع شده است. من میخوام بگم اون جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی میکنن، با اراده خودشون، با انگیزه خودشون کارهای بسیار خوبی هم از اونها ناشی شده است که از بعضی از اونها ما به حمدالله اطلاع پیدا کردیم. اینها کار رو هر چه میتوانن به طور جدی دنبال کنن و ادامه بدن. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی نقش بسیار زیادی رو در پیشرفت این کشور ایفا کرده است. در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت نقش ایفا کرده است. علاوه بر اینها مراجع فرهنگی یعنی کی؟ یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهد. اینها نگاه نقادانه خودشون رو نسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشن و تذکر بدن. البته من در مورد تذکرات معتقدم باید با منطق محکم، با بیان روشن نقطه نظرات صحیح رو ارائه بدهند. با تهمت زنی و جنجال آفرینی من چه موافق نیستم. با تکفیر کردن و متهم کردن اینوان من چه موافق نیستم. من اعتقادم اینه که ما میتوانیم مجموعه انقلابی کشور که به حمدالله تعداد بیشماری از اونها در بین جوانهای ما حضور دارند، در بین صاحب نظران ما، اساتید ما، بزرگان ما، تحصیلگرده های ما تعداد زیادی هستن، اینا میتونن با منطق محکم وارد میدان بشن، نقادی کنن نقاط ضعف را، نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانن. گاهی میشه که مسئول متوجه نیست چه داره میگذره در متن جامعه، اما اون جوان در متن جامعه است، او میفهمه. این همون عزم ملی و مدیریت جهادی که عرض کردین در زمینه فرهنگ اینه. من در پایان عرایزم یه نکته رو به شما ملت ایران عرض بکنم. بدانید که واقعیات جامعه جهانی بر طبق خواسته ها و نیات آمریکا به پیش نمی رود. اون چه که اونچه که استکبار جهانی، توجه کنید، اونچه استکبار جهانی و دشمنان عنود ملت ایران خواستند تحقق پیدا کند در عرصه گسترده جهانی تحقق پیدا نکرده و انشالله تحقق هم پیدا نخواهد کرد. آمریکا در فلسطین ناکام مونده است. نقشه‌ای که برای فلسطین داشتن خیلی هم تلاش کردن، این نقشه پیش نرفته است و انشالله پیش نخواهد رفت. اینا میخوان کشور فلسطین را تبدیل کنن به یک کشور یهودی، یعنی فلسطینی چه مسلمان چه مسیحی در فلسطین امکان زندگی کردن نداشته باشه، یعنی
کار فلسطین رو به کلی تمام کنن. این کار رو دنبال کردن، خیلی هم تلاش کردن، در این چند سال نتوانستن. در فلسطین به نتیجه نرسید آمریکا، در سوریه به نتیجه نرسید، در عراق به نتیجه نرسید، در افغانستان، در پاکستان مقاصدی که داشت تحقق پیدا نکرد. اخیراً در اروپا هم ملاحظه می‌کنید و می‌شنوید نقشه‌های آمریکا نقشه بر آب شده است. باید بدانیم در کشور عزیز ما هم اونها بعد از 30 سال تلاشی که علیه این انقلاب انجام دادند و علیه ملت انقلابی ما انجام دادند، باز نتوانستند به نتایجی دست پیدا کنند. نشانش همین حضور مردمه. اونها صریحاً گفتند، صریحاً این رو گفتند، افراد مؤثر در دولت آمریکا و نظام آمریکا اینو صریحاً گفتند، گفتن ما تحریم ها را به وجود آوردیم و تشدید کردیم برای اینکه مردم رو ضد نظام بکشونیم به خیابان ها. این را صریحا گفتند که تحریم برای این است که انقلاب را ریشه‌کن کنند، مردم را در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که عرض کردیم در سال 1392 انتخاباتی انجام گرفت با نصاب بالا از مشارکت مردم و در 22 بهمن سال 92 راهپیمایی انجام گرفت، پرشورتر و وسیعتر و بزرگتر از راهپیمایی های هر سال دیگر. و این همون مطلبی است که من بارها تکرار می کنم. جوانان عزیز ما بدانن آینده مال شماست. دشمنان شما محکوم به شکستند به توفیق الهی، و امیدواریم خداوند متعال همه شما رو با توفیقات خودش به راه‌های سعادت رهنمون بشود و قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.